خب من اومدم تا اینجا رو زدم، برم سراغ دیلیتش. و سراغ آپدیتش. یه دقیقه سری دیلیتش هم بنویسیم. تی دی گزینه فرم دیگه، از فرم استفاده کنیم. بیایم اینجا بنویسیم فرم اوپن روت روت سلایدر دیستروی. الان یه اروری بهتون میده. برای چی؟ بعد روی آیدی رو باید بهش بدید. میاد این رو توی آرای میذاریم و برمیگردید میگید چی؟ اینجا باید چی رو بفرستید؟ آیتم آیدی رو. خب بخاطر هم آیدی گذاشتم و چون اگه پارامترش اسمش آیدی نمیذاشتی چی میشه؟ اون بر میبینه توی این چیزه توی ایشون. اگر در واقع PHP آرتیزان روت لیست رو بزنیم، اگه مقدار آیدی نمیدادید شما اینا رو مکافات هم داشتیم دیگه. من اومدم اینجا خیال خودم راحت کردم. خب پارامترها رو یه دفعه بیاید اینجا مقادیر رو چیکار کنید؟ آیدیش کنید. خیال تو خودتون راحت بکن. خب میام اینجا تو قسمت اسلایدرم. آقا من اومدم گفتم روت اسلاید دیستروی آیدی رو هم پاس دادم و از همه مهمتر بچه متد رو باید بذاری چی؟ دیلیت. و بعد فایل رو میخوای، حالا فایل که نمیخوای بفرستیم، فقط به این صورت میام اینجا فرم رو کلوز میکنم و در نتیجه میام اینجا الان گزینه فرم سابمیت مقدار دیلیت و اینجا هم برمیگردم میام کلاس btn داش دنجر. خب میام اینجا الان F5 هم میزنم. خب طبیعتا بعد اینا درست بشن و الان هم اگر بیام اینجا دیدی کنم توی این قسمت، اگر بیام دیدی کنم توی این قسمت مقدار آیدی رو بزنم، الان آب خوردن چی میشه برای من؟ چیکار میکنه؟ میره توی مسیر 32. یه نکته ای بچه، شما مثل دات نت، البته دات نت این رو از روی لاراول کپی کرد، شما میتونید اینجا مدل رو هم بدین. این دالر آیدی رو میبینید، این بشه یه آبجکت از این اسلایدر. الان اگه من میام دیدی کنم دالر آیدی رو به من میده، چیز در واقع میاد دیتا رو به من میده. نگاه کن میبینید دیتا رو به من داد، کل رکورد 32 رو به من داد. این رو در واقع دات نت کپی از لاراول داشت و اومد این مدل رو شما در واقع میتونید به این صورت پیادهش بکنید. و الان میتونید مثلا به جای اینکه آیدی باشه اسمش رو بذاری اسلایدر و برگردی بگی اسلایدر داش در واقع آیدی. حالا میتونید اینجوری در واقع بکشید نال برگردون ها، اسلایدرتون رو بزنید الان ها، بزنید هم آیدی بدید. یه دقیقه بایست، یه دقیقه بایست، این رو هم آیدی بدم. برای چی آیدی دادم؟ این در واقع این مقداری که داره از این سمت میاد، از این سمت رود که داره میاد، اینجا پارامتر اسمش رو آیدی میدونه و این اسم هم میشه در واقع آیدی. خب این مقدار هم میشه اسمش آیدی. ببینید بیام اینجا این رو بذار این رو یاد بگیرید چون چیز مهمیه. این رو الان اومدم من این رو پاک کردم، درسته؟ CLS, PHP, Artisan, Road, درسته؟ List. الان نگاه کن چی شد اسم پارامتر را؟ Slider. دیگه روی اینجا وقتی میاد پارامتر فرستاده میشه اسمش Slidere. حالا به جای اینکه من اینجا این مقدار رو دارم بیام اینجا F5 بزنم چی برمیگردونه؟ نال برمیگرده، هیچی برنمیگرده. حالا اگه این رو بکنم Slider چه اتفاقی میفته؟ بعد اسلایدر این هم اشتباه نوشتم. بیام اینجا F5 بزنم ببین دیتا رو برمیگردونه. چرا؟ چون روی این پارامتری که داره اینجا فرستاده میشه این 32 اسمش اسلایدره و اینجا هم از طریق این ورودی که این فانکشن داره این اسلایدر، اگه یادتون باشه ما اونور مقدار میدادیم تو این پارامتر اسلایدر، این رو هم اسم فانکشنه که صدا میذارم کلوجر یه اسمی میذاشتم، این رو هم گذاشتم اسلایدر. الان این مقداری که اینجا هستش
با این مقداری که اینجا هستش یکی هن و من میتونم اینجا راحت بیام بگم اسلایدر. این در واقع چیه؟ یه آبجکتی هستش از این اسلایدره که اومدش اینجا یه رکورد رو در واقع داره به من برمیگه. کاربرد خیلی خیلی. خب الان من میام اینجا دو مدل مختلف میتونم دیتا رو پاک بکنم. یعنی الان من اینجا اومدم این اسلایدر رو دارم، مثلا بیام اینجا برگردم بگم دیدی دالر اسلایدر اینجا شما دارید، آیا مثلا من میتونم آیدیت رو بکشم بیرون؟ مثلا اینم شدنیه یا نه، میشه بکشمش بیرون یا نه؟ ببین قشنگ تونست بکشدش بیرون. یا برگردم بگم که ببین این چیز تو من بده، کپشن تو من بده، بیام اینجا بیا او دیگه، بیام اینجا مثلا اینجوری بکشمش بیرون. خب این رو آیا من باید میدونستم؟ ببین اینا رو ممکنه در واقع لاراول براتون جنریت نکنه، ولی باید بدونید این یه وقت اگر اومد اسم مدل رو صدا زد و اینجا شما اومدید نوشتید یک اسمی، باید نگاه کنید ببینید اسم پارامترتون چیه. اسم پارامترتون باید ببینید چیه. شما اسم پارامتر چی گذاشتی؟ من اینجا گذاشتم الان اسلایدر. خب میتونی بذاری اینجوری اسلایدر، یا مثل من حواست هست مینویسی اینجا چی؟ پارامترز، مینویسی اسلایدر، میذاری چی؟ آیدی. حالا میای اینجا میزنی میگی برای من لیستش کن، برمیگرده میگه آیدی. حالا میام اینجا این رو میکنمش در واقع مقدار دالر آیدی. حالا اگر دیدی کنی چی برمیگردونه؟ همونه، فقط اسمش عوض شد. میخواستم اثباتش کنم که بدونید همچی چیزی. خب اینم به این صورت بحث پارامترها بودش. حالا منم دیلیتش انجام بدم. خب آقا یکی برام میگم میگه من نمیخوام اینجوری باشه. اوکی نه نمیخوای که هیچ، اصلا مشکل نداره، نمیخوای دیگه هیچ اشکال نداره. خب من اینجا برمیگردم میگم که اسلایدر، خب بگین اسلایدر دیستروی چی؟ دالر آید، درسته؟ یا پاک کن. یه مشکلی داری اینجا، ای گفتی یه مشکلی، بعد عکس رو هم بکشی بیرون. خب if file exists چیز از چی باید استفاده بکنی؟ همین ایمیجز رو میزنی، نیاز به asset ندارید. توی حالت کنترلر که هستی ایمیجز رو بزنی خودش متوجه میشه، میاد از میره سراغ پابلیک، میره سراغ ایمیجز. خب میام اینجا برمیگردم میگم ایمیجز اسلایدر و اسم عکس رو اینجا باید بزنی. اسم عکس رو باید چیکار کنی؟ باید بری دیتا بکشی بیرون، درسته؟ بعد برگردی بگی که مثلا اسلایدر، همه می اشتباه رو میکنه، اسلایدر مثلا فایندر فیل، چیکار کنی؟ دالر آیدی رو بکشی بیرون. حالا برگردی بگی مثلا دیدی دالر اسلایدر و اینجا F5 تو بزنی که این بکشه برات بیرون. خب یه ارور هم داد. چرا؟ آها اینا رو باید کامنت کن. خب الان کشید بیرون. خب این چه کاری تو میخوای انجام بدی؟ از همین استفاده کن دیگه. من به خاطر این الان این رو درس دادم. نمیذاره، ولی خودت راحت میای ازش استفاده میکنی. الان چیکار میکنی؟ مینویسی ایمیج دیلیت، خب و برمیگردی میگی چی؟ چی میگی؟ آیدی ایمیج، تمام. حالا بیا بگی دیلیت ایمیج دیلیت، میای اینجا F5 تو میزنی ببین عکستو میکشی بیرون. خب این راحت تر بود یا اینکه من برم کد بزنم؟ خب این راحت تره دیگه، برای چی میخوای خودتو اذیت کنی؟ میای اینجا برمیگردی میگی که خب آقا ایمیج دیلیت رو برو ببین، اگه ببین هستش دیدی کن مقدار اوکی رو، من میزنم ببینم هستش، میگه اوکی هستش. حالا بعد چیکار بکنی؟ بگو آن لینکش کنی مقدار ایمیجز اسلایدر و دات ایمیج دیلیت، عکسو پاک کن. بعد از اینکه پاک کردی بعد بیا دیستروی کن، بعد ریترن ریدایرکت روت اسلایدر کجا؟ نه دیگه ایندکس کریت، چرا توی ایمیجیم دیگه چیزی میزنیم پاک کنه، میزنیم بیاد اینجا عکس رو پاک. آه یه سوتی دادیم. آیدی چی؟ آیدی عکس رو پاک کرده، درست کار کرد. خب اشتباهمون الان بسه تکسش روشون، درسته؟ حالا میزنی ببین داره پاک میکنه بدون اینکه خطا بده، میاد نگاه میکنه ببینه یه همچه فایلی وجود داره یا نه. میبینه اگه وجود نداره چی میشه؟ از روش میپره. این یه ارور خیلی بد هستش که دوستان بهش حواسشون نیست. خب
من میام اینجا به عمد این آیدی رو میذارم، خب، و میام اینجا اینا رو هم نمیذارم. الان میاد درجا این رو انجام میده و اینم یه سوتی دادم. حالا نگاه کن، میای اینجا F5 تو میزنی، میاد عکس تو پاک میکنه. خب میبینید الان رکورد موند، دوباره دیلیت بزنی به ارور برمیگردونه. این ارور رو خیلی ها باش برخورد میکنن تو پروژه هاشون، بعد برمیگرده میگه خدای من چیکار کنم. هیچی، تو باید ایف میذاشتی نذاشت. حالا میای اینجا F5 تو میزنی، بعد بندازید بیرون به همین راحتی. خب حالا میای دیلیت میکنی، حواست هم هستش این آیدیه، دیلیت تو میزنی برات دیلیت میکنه. پس این حتما بعد این گزینه وجود داشته باشه. شما فایلی ببینی وجود داره، اگه وجود داشت بره پاک کنه، وجود نداشت خب هیچ چیزی نیستش دیگه.